کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. صفحه 159. جیران گفت: راست است، وقتی میرزا سید محمد پادشاه ایران شود و اسم خود را شاه سلیمان ثانی بگذارد، تو نیز حق داری که لااقل پادشاه استراباد بشوی. محمد حسن خان گفت: من این فکر را داشتم، ولی به خود گفتم که شاید تو با آن موافق نباشی. جیران گفت: من با هر چیز که سبب بزرگی تو بشود موافق هستم. تمام سران طایفه اشاق باش از عزل محمد حسن خان ناراضی شدند، زیرا حاکم جدید تمام سران آن طایفه را که در استراباد و شهرهای دیگر آن ولایت دارای شغل بودند معزول کرد و دست آنها را از کار کوتاه نمود و در عوض اطرافیان و نوکران خود را به جای آنها گماشت. سران معزول طایفه اشاق باش هم مثل محمد حسن خان ساکن صحرا شدند و آنها نیز می‌خواستند رئیس طایفه برای به دست آوردن قدرت در منطقه استراباد قیام کند و آنها بتوانند به مشاغل سابق برگردند. محمد حسن خان وقتی دانست که جیران با نظریه او مشعر بر این که وی باید لااقل در استراباد که مسقط الرأس اوست دارای قدرت شود، خود را آماده کرد که طغیان نماید و حاکم شاه سلیمان ثانی را از استراباد بیرون کند و خود جایش را بگیرد. در حالی که محمد حسن خان خود را آماده برای شورش میکرد، پیکی از طبس آمد و نامه از امیر حسن حاکم معزول آنجا برای محمد حسن خان آورد. محمد حسن خان که تصور میکرد پیک از راه مشهد آمده، او را احضار نمود تا اینکه از وضع مشهد از او پرسش نماید. ولی پیک که جوانی بود از اهالی طبس، اظهار کرد که وی از راه مشهد نیامده، بلکه از راه کبیر خود را به بستام رسانیده و از آنجا وارد استراباد شده است و از اوضاع مشهد اطلاع ندارد. محمد حسن خان نامه امیر حسن حکمران معزول طبس را گشود و خواند. مضمون نامه امیر حسن به اختصار این بود
که میرزا سید محمد که به اسم شاه سلیمان ثانی به تخت سلطنت نشسته، شاهرخ وارث تاج و تخت ایران و عده‌ای از سرداران وفادار او را کور کرده تا اینکه در آینده مدعی نداشته باشد و کسی در صدد بر نیاید که او از تخت سلطنت به زیر بیاید. دیگر از اقدامات او این است که مرا یعنی امیر حسن را از حکومت طبس معزول نموده و بعید نیست که چند روز یا چند هفته دیگر جلاد بفرستد که مرا به قتل برساند یا اینکه کورم کند، زیرا می‌داند که من از طرفداران و وفاداران شاهرخ بودم و هستم و تصور می‌کنم که شما را هم از حکومت استراباد معزول خواهد کرد، زیرا می‌داند که شما نیز از طرفداران با وفای شاهرخ بودید و هستید. بعد از این مقدمه امیر حسن در نامه خود چنین گفت: تا چه موقع ما که از سلاله عمرای بزرگ این کشور هستیم، باید ببینیم که هر کس در این کشور زودتر از خواب برمیخیزد، دعوی سلطنت نماید و بر تخت بنشیند و ما را از حکومت بیاندازد. از روزی که نادر کشته شده تا امروز بیش از 3-4 سال نمی گذرد و در این مدت کوتاه چندین پادشاه آمده اند و رفته اند و ما مجبور بوده ایم که حکم همه را بپذیریم و مقابل تمام آنها سر اطاعت فرود بیاوریم. دیگران باز آنقدر شعور و آدمیت داشتند که با حکومت ما موافقت نمایند، ولی میرزا سید محمد که اسم شاه سلیمان ثانی را روی خود گذاشته، مرا از حکومت طبس و مضافات معزول کرد و یقین دارم که شما را هم از حکومت استراباد معزول کرده و اگر تا کنون نکرده باشد، در آینده معزول خواهد نمود. ما برای حفظ مقام و قدرت خودمان هم که شده نباید با سلطنت میرزا سید محمد موافقت کنیم و باید این مرد را از سریر سلطنت بر زمین بکشیم. من از وضع مشهد اطلاع دارم و می دانم که میرزا سید محمد در آنجا دارای قشون قابل توجه نیست و قشون او عبارت است از همان قشون سابق شاهرخ که عده‌ای از صاحب منصبان ارشد آن کور شدند و بقیه از میرزا سید محمد نفرت دارند. ما اگر زود بجنبیم و به میرزا سید محمد فرصت ندهیم که خود را قوی کند، خواهیم توانست این مرد را از سلطنت برکنار نماییم. من به شما پیشنهاد می کنم که بعد از دریافت این نامه که به خط خود من نوشته شده، شما با نیروی کافی از استراباد به راه بیفتید و من هم با هر قدر سرباز که بتوانم گرد بیاورم از طبس به راه می افتم و میعاد ملاقات ما مشهد خواهد بود که در آنجا میرزا سید محمد را از سلطنت برکنار خواهیم کرد و وارث تاج و تخت ایران شاهرخ را بر تخت سلطنت ایران خواهیم نشانید. و گرچه تا امروز در ایران یک پادشاه نابینا سلطنت نکرده، اما یک پادشاه نابینا بهتر از یک پادشاه ظالم است، به خصوص اینکه با ما دوست می باشد و همانطور که در گذشته پاداش وفاداری ما را داد، در آینده هم نسبت به ما محبت خواهد کرد و اگر شما با پیشنهاد من موافق هستید، بیدرنگ جواب این نامه را بنویسید و به همین پیک که حامل نامه است بدهید که برای من بیاورد و او جوانی است که مورد اعتماد کامل می باشد. پیشنهادی که حاکم معزول طبس به محمد حسن خان می کرد یک پیشنهاد با اهمیت بود و می باید به اطلاع سران طایفه عشاقباش برسد و با موافقت آنها تصمیم مقتضی گرفته شود. لذا محمد حسن خان از سران طائفه خود دعوت کرد که برای مشورت حاضر شوند و جیران همسر محمد حسن خان نیز در جلسه مشورت حضور یافت. بعد از اینکه نامه امیر حسن خوانده شد، سران طائفه که قبل از آن برای به دست گرفتن حکومت استراباد با شورش موافق بودند، با پیشنهاد امیر حسن موافقت کردند و گفتند حاضرند که به مشهد بروند و محمد حسن خان وقتی دید تمام سران طائفه پیشنهاد امیر حسن را میپذیرند، تصمیم گرفت که علم طغیان برافروزد.
اولین کار که محمد حسن خان کرد این بود که استراباد را از دست حاکم شاه سلیمان ثانی گرفت و حاکم مزبور از بیم جان گریخت و یک سر به مشهد رفت. محمد حسن خان که میخواست به سوی خراسان به راه بیفتد، به مناسبت اعتمادی که به لیاقت جیران داشت، او را از طرف خود حاکم استراباد کرد و مردی به اسم فضل علی بیک را پیشکار جیران نمود و این روش از زمان شاه طهماسب اول پادشاه صفوی در ایران بدون سابقه بود و فقط شاه طهماسب اول مادرش یعنی همسر شاه اسماعیل متوفا را مأمور بعضی از کارهای سیاسی و جنگی کرد. در ایران کار زنها خانه‌داری و بچه‌داری بود و هرگز وارد امور سیاسی و نظامی نمی‌شدند، ولی جیران زوجه محمد حسن خان چون لیاقت داشت و زنی جنگی بود می‌توانست در غیاب شوهرش امور استراباد را اداره کند. محمد حسن خان بعد از اینکه جیران را حاکم استراباد کرد، عده‌ای از سران طائفه اشاقباش را که نمی‌خواستند به مشهد بروند، به مشاغل آنها برگردانید و آنگاه با قشون خود به سوی مشهد به راه افتاد. لیکن از راه بستان و سبزوار نرفت، بلکه راه شمال خراسان را پیش گرفت و علتش این بود که می‌خواست کردهای شمال خراسان را که طرفدار نادرشاه و در نتیجه طرفدار نوه او شاهرخ بودند با خود هم دست کند و به مشهد ببرد. نادرشاه برای جلوگیری از تهاجم ازبک‌ها به خراسان قسمتی از طوائف غربی و شمال غربی ایران را کوچانید و در شمال خراسان مسکن داد. نادر برای اسکان طوائف مزبور در شمال خراسان به آنها کمک‌های مؤثر کرد و زمین در اختیارشان گذاشت و پول نقد به آنان داد و با اینکه در آن دوره هر کس مالیات نمی‌پرداخت باید سر بدهد، طوائف شمال خراسان به حکم نادر تا مدت یک قرن شرقی یعنی 30 سال از پرداخت مالیات معاف شدند. وجود طوائف مزبور که دارای مردانی دلیر و جنگی بودند در شمال خراسان از لحاظ جلوگیری از ازبک‌ها که همواره تولید مزاحمت می‌کردند مؤثر واقع شد، ولی بعد از اینکه نادر به قتل رسید، طوائف مزبور به استثنای کردها از شمال خراسان رفتند و کردها به مناسبت وفاداری نسبت به نادر و هم اینکه در آنجا زندگی راحت داشتند به جا ماندند. محمد حسن خان در دوره‌ای که جنگ و گریز می‌کرد و به اصطلاح امروز زندگی پارتیزانی داشت، با کردهای شمال خراسان مربوط بود و در آن موقع هم خواست از دوستی آنان استفاده کند و عده‌ای از مردان آنها را با خود به مشهد ببرد و می‌دانست که مردان کرد جنگجویان سرسخت و با استقامت هستند و سرمای زمستان و گرمای تابستان متعزی نمی‌شوند. محمد حسن خان با قشون خود بدون حادثه ای به منطقه سکونت کردها واقع در شمال خراسان رسید. قسمتی از کردها در شمال خراسان زراعت می کردند و معاش قسمت دیگر از راه گوسفندداری و شترداری می گذشت. و وقتی محمد حسن خان وارد منطقه کردها شد، متوجه گردید که آنها از وقایع مشهد بدون اطلاع هستند و نمی دانند که شاهرخ را از سلطنت برکنار و از دو چشم کور کردند و میرزا سید محمد به اسم شاه سلیمان ثانی و تخت سلطنت جلوس کرده است. رؤسای کرد از شنیدن خبر برکناری شاهرخ از سلطنت و به خصوص نابینا شدن وی متاسف شدند، چون بعضی از آنها شاهرخ را در مشهد دیده بودند و می دانستند که جوان و زیبا است. رؤسای کرد دعوت محمد حسن خان را برای حمله به مشهد و برکنار کردن میرزا سید محمد از سلطنت پذیرفتند و موافقت نمودند که بعد از اینکه شاه سلیمان ثانی از سلطنت برکنار گردید، شاهرخ را با اینکه نابینا می باشد بر تخت سلطنت بنشانند.
محمد حسن خان از وضع مشهد اطلاع نداشته و حدود اطلاع رؤسای کرد هم از وضع نظامی مشهد از حدود اطلاع شترداران کرد که بین مشهد و شهرهای ترکستان رفت آمد می کردند تجاوز نمی نمود. آنها نه از وضع سیاسی پایتخت ایران اطلاع داشتند نه از وضع نظامی آن، ولی می گفتند که در مشهد آذوقه کم و نان کمیاب و گران است. رؤسای کرد به محمد حسن خان گفتند کمی آذوقه در مشهد نشانه وحشت از اوضاع آینده می باشد، وگرنه در آن سال وضع محصول رضایت بخش بوده است و در مشهد و سایر شهرهای خراسان هر وقت اوضاع آینده وخیم به نظر برسد مردم در مصرف خاروبار صرفه‌جویی می نمایند و آنهایی که غله دارند از بیم آن که خود بدون آذوقه بمانند یا به امید اینکه غله را به بهای گزاف بفروشند احتکار می کنند و به عقیده آنها کمی آذوقه در مشهد نشانه وخامت وضع سیاسی است و نشانه قحطی نمی باشد. محمد حسن خان خود از چند شتردار کرد که به تازگی از مشهد آمده بودند تحقیق کرد، ولی چیزی از آنها نفهمید و آن مردان قوی هیکل و ساده دل نتوانستند راجع به وضع قشون شاه سلیمان ثانی اطلاعی مفید به محمد حسن خان بدهند. دو روز بعد از اینکه محمد حسن خان وارد منطقه کردنشین شمال خراسان شد، به او اطلاع دادند که پیک از مشهد آمده است و می‌خواهد نامه‌ای به او تسلیم کند. محمد حسن خان دریافت که پیک مزبور از طرف امیر حسن حکمران طبس آمده، زیرا غیر از او کسی اطلاع نداشت که رئیس طایفه عشاقه باش از راه شمال خراسان خود را به مشهد خواهد رسانید. پیک مزبور که جوان بود وقتی نزد محمد حسن خان آمد خود را به اسم رحیم زند معرفی کرد. تا آن روز محمد حسن خان مردی از طایفه زند را ندیده بود، ولی می دانست که طایفه‌ای به آن نام وجود دارد. رحیم زند که جوان 30 ساله به نظر می رسید، نامه ای از امیر حسن حکمران طبس و مضافات به محمد حسن خان داد و بعد از اینکه رئیس طایفه عشاقه باش نامه را خواند، به رحیم زند اجازه نشستن داد، چون دریافت که او در دستگاه امیر حسن مقامی برتر از یک پیک یا نوکر دارد. در نامه نوشته شده بود که شاه سلیمان ثانی در مشهد نیرویی ندارد غیر از قشون پارکاب سابق شاهرخ و شماره سربازان آن قشون به 15,000 نمی رسد. قشون پارکاب قشون تحت سلاح سلاطین سابق ایران به شمار می آمد که از چندین فوج تجاوز نمی کرد و قشون پارکاب پیوسته ضعیف بود، چون نمی توانستند هزینه یک قشون بزرگ را متحمل شوند، ولی در موقع جنگ بر شماره افواج افزوده می شد و تعداد سربازان به 100,000 نفر و بیشتر هم می رسید. مترجم: افسران آن قشون ناراضی هستند و اگر جنگ در بگیرد بعید است که برای حفظ سلطنت شاه سلیمان ثانی فداکاری کنند. حکمران طبس در نامه خود گفت که رحیم زند حامل این نامه از صاحب منصبان لایق من است و محمد حسن خان می تواند برای حمله به مشهد به طوری که نیروی ما در یک موقع به پایتخت حمله برگردد با او قرار بگذارد و هر قراری که راجع به تاریخ حمله و چگونگی آن بین محمد حسن خان و رحیم زند گذاشته شود مثل این است که بین من یعنی حاکم طبس و محمد حسن خان گذاشته شود. محمد حسن خان بعد از خواندن نامه با رحیم زند شروع به صحبت کرد و به زودی متوجه شد که او مردی است باهوش و مطلع. محمد حسن خان زبان فارسی را با لهجه سکنه استراباد صحبت می کرد و رحیم زند با لهجه سکنه فارس واقع در جنوب ایران. هنوز لهجه فارسی تهرانی که امروز در ایران فصیح‌ترین و شیرین‌ترین لهجه ها محسوب می شود به وجود نیامده بود و در خود تهران هم با آن لهجه صحبت نمی کردند. لهجه تهرانی در دوره سلطنت فتح‌علی‌شاه به وجود آمد و خود آن پادشاه
آموزگار آن لهجه بود و درباری ها آن لهجه را از فتحعلی شاه فرا گرفتند و به دیگران آموختند و در تهران لهجه مزبور در نظر مردم تا مدتی نفرت انگیز و دلیل بر خودپسندی جلوه می کرد. رحیم زند گفت: من در مشهد متوجه شدم که هیچ کس از شاه سلیمان ثانی راضی نیست و تمام صاحب منصبان قشون از او ناراضی هستند و مردم که پیشبینی می کنند روزهای تاریک در پیش دارند، قله و حبوب را احتکار کرده اند و کافی است که یک نفر شاخص شود و قد علم کند و علیه شاه سلیمان ثانی قیام نماید تا اینکه تمام صاحب منصبان ناراضی به وی بپیوندند. بعد رحیم زند گفت: مشهد دارای یک باروی محکم است و جلوی آن خندق وجود دارد و اگر شاه سلیمان ثانی بفهمد که مورد حمله قرار می‌گیرد، بعید نیست که دروازه‌های شهر را ببندد و از ورود ما ممانعت کند و در آن صورت ما باید مشهد را محاصره نماییم و ممکن است که محاصره شهر خیلی طول بکشد و شاه سلیمان ثانی شاهرخ را به قتل برساند. محمد حسن خان گفت: چون آذوقه در مشهد کم است، اگر محاصره شود مردم از گرسنگی خواهند مرد. رحیم زند گفت: مردم مشهد از قدیم به مناسبت اینکه مورد حمله ازبک‌ها قرار می گرفتند عادت کرده اند که خاربار و سوخت یک سال را در خانه داشته باشند تا وقتی شهر محاصره می شود از گرسنگی نمیرند و آب مردم هم در مشهد آب چاه است و در مشهد خانه این نیست که چاه آب نداشته باشد و بنابراین اگر مشهد تحت محاصره قرار بگیرد، مردم تا مدت یک سال از حیث آذوقه در مزرقه زیاد نخواهند بود و فقط از تره بار محروم خواهند شد، ولی البته فقرا از گرسنگی خواهند مرد و شماره فقرای مشهد زیاد است. محمد حسن خان گفت: همان بهتر که ما بدون محاصره موفق به اشغال مشهد شویم. رحیم زند گفت: عقیده امیر طبس نیز همین است و اگر ما ناگهان مبادرت به حمله نماییم و از دو دروازه خیابان اولیا و خیابان سفلا وارد مشهد شویم و باروی شهر را اشغال کنیم و ارک سلطنتی را بگیریم، پایتخت را اشغال کرده ایم و میرزا سید محمد اگر در جنگ کشته نشود دستگیر خواهد شد یا اینکه به آرامگاه امام هشتم علیه السلام پناه خواهد برد. محمد حسن خان که در دوره سلطنت نادرشاه مدتی در مشهد بود، به خاطر آورد که آرامگاه امام هشتم شیعیان بست است و اگر کسی به آن آرامگاه پناهنده شود، به احترام آرامگاه نمیتوان وی را از آنجا خارج کرد، مگر اینکه خود او راضی به خروج شود. بعد محمد حسن خان گفت: من این احتمال را در نظر نگرفته بودم. رحیم زند گفت: امیر طبس عقیده دارد که اگر میرزا سید محمد که متولی آرامگاه امام هشتم نیز هست به آنجا پناهنده شود و بست بنشیند، خطری برای ما نخواهد داشت و کافی است که او را از دور تحت نظر بگیرند و نگذارند که آذوقه به وی برسد و عاقبت مجبور خواهد شد از فرط گرسنگی از آنجا خارج گردد و آنچه برای امیر طبس و شما اهمیت دارد اشغال مشهد است و بعد از اینکه شهر و ارک سلطنتی اشغال شد، میرزا سید محمد خواه ناخواه از سلطنت برکنار خواهد گردید. محمد حسن خان که بیش از پیش به هوش و وسعت اطلاع رحیم زند پی می برد، گفت: من باید به امیر طبس تبریک بگویم که صاحب منصبی مثل تو دارد. آنگاه راجع به تاریخ حمله به مشهد مذاکره کردند و شور نمودند که منطقه اعمال نظامی آنها مشخص شود. محمد حسن خان چون در گذشته در مشهد به سر برده بود، محلات شهر را می شناخت و رحیم زند همطوری آشنا به محلات مشهد بود که پنداری آن محلات را خانه به خانه و دکان به دکان می شناسد.
محمد حسن خان و رحیم زند و رؤسای کرد و سران طایفه اشاقباش که حضور داشتند نقشه حمله به مشهد را اینطور کشیدند که آن نقشه در بامداد روز 18 جمادی الاول به موقع اجرا گذاشته شود و وقتی محمد حسن خان به سوی مشهد راه می افتد و امیر طبس با قشون خود راه مشهد را پیش می گیرد نگذارند که هیچ کاروان و چاپار از آنها بگذرد تا اینکه خبر نزدیک شدن دو قشون به مشهد به میرزا سید محمد نرسد. آغاز حمله از بامداد ضروری است، زیرا هنگام شب دروازه های مشهد را می بندند و در طلوع فجر می گشایند تا اینکه کاروانیان بتوانند داخل و خارج شوند. اگر قشون محمد حسن خان و سپاه امیر طبس هنگام شب به مشهد حمله ور شوند، شاه سلیمان ثانی از حمله آنها آگاه می شود و در صدد برمی آید که مانع از ورود آنها به شهر گردد. شکستن دروازه های شهر هنگام شب برای دو قشون مهاجم مشکل نیست، اما شکستن دروازه ها شاه سلیمان ثانی را آگاه می کند که مورد حمله قرار گرفته و در صدد برمی آید که از ورود مهاجمین جلوگیری کند. سربازان محمد حسن خان و قسمت زیاد از سربازان امیر طبس مشهد را ندیده اند و از وضع معابر آن بدون اطلاع هستند و نمی دانند ارک سلطنتی در کجاست، ولی سربازان میرزا سید محمد که در داخل شهر هستند همه جا را می شناسند و می توانند در تاریکی از حمله سربازان مهاجم جلوگیری کنند. لذا مصلحت در این است که حمله در بامداد که دروازه ها گشوده می شود آغاز گردد و نیروی محمد حسن خان از دروازه خیابان اولیا وارد شهر شود و نیروی امیر طبس از دروازه خیابان سفلا قدم به شهر بگذارد. وظیفه اولیه نیروی محمد حسن خان عبارت است از اشغال سراسر خیابان اولیا و محله سراب و آن قسمت از حصار و خندق که مجاور آن مناطق است. امیر طبس بعد از اینکه از دروازه خیابان سفلا قدم به شهر گذاشت، باید خیابان سفلا و محله نوبان و محله سرشور را اشغال نماید و نیروی طرفین باید در دو نقطه به هم برسند، یکی نزدیک آرامگاه امام هشتم که در ملتقای دو خیابان اولیا و سفلا است و دیگر مقابل ارک سلطنتی. چون بعید نیست که میرزا سید محمد از ارک سلطنتی بگریزد و خود را به آرامگاه امام هشتم شیعیان برساند، باید نیروی محمد حسن خان و امیر طبس با رعایت احترامی که در خور آرامگاه امام شیعیان است، آن آرامگاه را محاصره نمایند تا اگر میرزا سید محمد در آنجا می باشد نتواند بگریزد و هرگاه در آنجا نیست اما قصد دارد خود را به آرامگاه برساند نتواند وارد آنجا شود. کسانی که در آرامگاه امام هشتم هستند دو طبقه می باشند. اول زائرین که عادت دارند صبح زود برای زیارت و نماز به آرامگاه بروند و دوم خدام آرامگاه و هر دو دسته مردمی بی آزار می باشند و مقاومت نخواهند کرد، خاصه آن که مسلح نیستند تا بتوانند مقاومت کنند. اما بعید نیست که از طرف سربازانی که در ارک سلطنتی هستند مقاومت شود و در ارک علاوه بر تفنگ و زنبورک توپ هم هست و شاید مدافعین با توپ و زنبورک به طرف مهاجمین شلیک نمایند و اگر این طور شد باید بدون توجه به میزان تلفاتی که وارد می آید توپ ها و زنبورک ها و تفنگ ها را از صدا انداخت و در صورت لزوم مدافعین ارک را تا آخرین نفر به قتل رسانید و آنجا را اشغال نمود. در آن عصر سربازخانه بزرگ مشهد در خیابان اولیا بود و محمد حسن خان که می باید از دروازه خیابان اولیا وارد شهر گردد در سر راه به سربازخانه بزرگ مشهد می رسید و اگر سربازان آن سربازخانه
در صدد برمی آمدن مقاومت کنند، محمد حسن خان دچار اشکال می گردید. محمد حسن خان جواب نامه حکمران طبس را نوشت و رحیم زند با آن پاسخ به راه افتاد. محمد حسن خان بعد از رفتن رحیم زند آماده برای حرکت به سوی مشهد شد، ولی به راه نیفتاد و منتظر بود که خبری دیگر از امیر حسن حکمران طبس برسد و آنگاه به راه بیفتد. چون دو قشون میباید در یک موقع به مشهد برسند، از لحظه ای که به حرکت در می آیند باید راه را به روی مسافرینی که عزم دارند به مشهد بروند ببندند که کسی زودتر از آنها وارد مشهد نشود. نقشه محمد حسن خان و امیر حسن اجرا شد و بامداد روز 18 جمادی الاول هنگامی که دروازه های مشهد را برای ورود و خروج کاروانیان و مسافرین گشودند، قشون محمد حسن خان که عده‌ای از کردهای شمال خراسان هم در آن بودند از راه دروازه خیابان اولیا وارد مشهد شد و قشون امیر حسن از راه خیابان سفلا وارد مشهد گردید. از لحظه ای که دو قشون وارد مشهد شد، سربازان فریاد زدند به اقبال شاهرخ نوه نادرشاه. آنها از این جهت فریاد می زدند که مدافعین را سست کنند و بدانند که قشون محمد حسن خان و امیر حسن برای حمایت از نوه نادرشاه وارد مشهد گردیده اند. طوری میرزا سید محمد ملقب به شاه سلیمان ثانی غافلگیر شد که نه سربازخانه خیابان اولیا مقاومت کرد نه ارکه مشهد. افسران و سربازان سربازخانه خیابان اولیا وقتی صداهای سربازان مهاجم را شنیدند و متوجه شدند که آنها از عساکر محمد حسن خان رئیس طایفه عشاق باش هستند و به حمایت شاهرخ برخواسته اند، تسلیم گردیدند و بدون اینکه یک تیر از طرف سربازان آن سربازخانه شلیک شود همه به قشون محمد حسن خان پیوستند. تلفات جنگی مشهد 3 نفر شد و آن 3 تن از نگهبانان ارک بودند که خواستند از ورود قشون امیر حسن به ارک ممانعت نمایند و با گلوله کشته شدند. میرزا سید محمد نتوانست از ارک مشهد خارج شود و خود را به آرامگاه امام هشتم برساند و در آنجا بست بنشیند و از طرف سربازان امیر حسن دستگیر گردید. هنوز ظهر نشده اعمال جنگی در مشهد به کلی خاتمه یافت و سراسر مشهد از طرف نیروی محمد حسن خان و امیر طبس اشغال گردید. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی
و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید.